أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما كريما. بعضی از دوستا در بعضی از صفحات بعضی ویدیوها را میگذارن یا بعضی آیات را میگذارن به حمایت از ملحدین که قرآن کتاب جنگ است، قرآن کتابی است که میگه بکش مشرکان کافران را گیر کردی از بین ببر، بکش محمد. از این همه آیات ها چهار آیاتی که الله سبحانه و تعالی و چهار جا یاد میکنه جایی که شما کافران را گیر کردین بکشین. اما الله سبحانه و تعالی چنین میفرماید سوره بقره آیه 190: و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. بجنگین در راه خدا آنهایی که به خاطر کشتن شما آمدن، آنهایی که به خاطر کشتن شما آمدن، شما بجنگین با آنها. اما الله سبحانه و تعالی میگه ولا تعتدوا، اما شما تجاوز نکنید، شما شروع نکنید. ولا تعتدوا، شما شروع نکنید، شما تجاوز نکنید. ان الله لا يحب المعتدين. الله سبحانه و تعالی آنهایی که از حد تجاوز میکنن را دوست ندارد. شش جای قرآن تاکید میکند که شما تجاوز نکنید، شما تجاوز نکنید. و چهار جا میگه شما زمانی که کافران را گیر کردین بکشین. اما آنهایی که به خاطر جنگ در مقابل شما آمدن که شما را بکشن، شما گیر کردین آنها را بکشین. از این که آیات های صلح‌آمیز در مورد جنگ میشه برای شما تشریح کرد، اون ملحدینی که آیات های قرآن برعکس ترجمه میکنین، بدونین هنوز برادرها و خواهران و دیگر جوانان هنوز وجود داره که در مقابل هر نوع پیام های منفی تن که آیات های قرآن برعکس ترجمه میکنین علیه شما مبارزه بکنن. و انشالله که این در خواهد بود. شش جا میگه شما چی نکنید؟ از حد تجاوز نکنید، از حدی که الله سبحانه و تعالی تعیین کرده تجاوز نکنید. و در چهار جای میگه زمانی که شما مشرکین یا کافران را گیر کردین بکشین، اما آنهایی که به خاطر کشتن شما آمدن آنها را گیر کردین بکشین. از این که آیات های واضح مشخص در مورد صلح در جنگ دیگر وجود دارد، پس ای نامرد، آن از آن آیات هایی که تو چهار آیات میگی که آنها اسلام میگه، قرآن میگه فقط بکشین بکشین، این تو نیست عزیز دلم. قرآن را با شکل بسیار درست عمیقش با تفسیر بخون، بعدا معنیش میفهمی. آنهایی که به کشتن شما آمدن آنها را بکشین. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین. از این که در آیت های بسیار واضح مشخص زیبا در مورد صلح در جنگ دیگر میشه برای شما بگیم، این آیات هایی که عقل دارن تعقل میکنن همه را میفهمن.